Hello, and we begin the second segment of the book of Ruth. In the days when the judges ruled. This is a great verse because it allows us to place the book of Ruth in the timeline of biblical history. خیلی آیه فوقلاده و خوبی هست چرا؟ چون به ما کمک میکنه که متوجه بشیم کتاب روت از لحاظ روند تاریخی در کجا قرار داره so Ruth will find itself right here in the days of the judges, after Moses and David. بنابراین کتاب روت از لحاظ روند تاریخی در این قسمت قرار داره در روزگار و ایام داوران بعد از موسی و پیش از داوود Now, as I said in the introduction, this seems to be a period of time that his audience understood. Uh, به نظر میرسه اونطوری که در مقدمه هم عرض کردم خدمتتون دورانی هست که شنونده میدونه و متوجهش هست. But it reads like it's a period of time significantly in the past. So maybe sometime over here looking backwards. ولی سبک نگارش به نوعی هست که گویا شنونده باید اون رو از گذشته به یاد بیاره شاید کسانی که اینجا بودن و احتیاج هست که از گذشته به یاد بیاره Now these are spiritually dark days. و از لحاظ روحانی ایام و روزگار خیلی تاریکی هست So let's go back in your Bibles just one book and let's look at the last verse of the book of Judges verse 25 of the last chapter اگر فقط یک صفحه در کتاب مقدس های خودتون به عقب برگردید به کتاب قبلی کتاب داوران در باب آخر باب 21 به آخرین آیه آیه 25 نگاه بکنید اینطور نوشته شده in those days, there, were, there was no king in Israel Everyone did what was right in his own eyes. <laughs> در آن روزگار پادشاهی در اسرائیل نبود و هر کس هر آنچه در نظرش

Perhaps the best word to describe it during these times is chaos. شاید بهترین کلمه که بشه این بازه زمانی رو با اون توصیف کرد هر جو هست. There's violence. خشونت هست. Moral corruption. Uh, uh, مشکلات اخلاقی هست. Lawlessness. بیقانونی. And war. و جنگ. It's so bad That Israel's very existence is in question. So God raised up judges. Judges were they were local heroes who were specifically designed to deliver God's people from a local or regional threat. داوران قهرمانان ملی نبودن میتونیم قهرمانان هر ناحیه بودن به صورت محلی قهرمانان محلی بودن که خدا اونها رو در اون جامعه قرار میداد و نه فقط از مشکلات کلی بلکه در اون جامعه کوچیک هم مردم رو رهایی بدن Now, judges were military leaders نه political leaders پس به صورت عمومی داوران رهبران نظامی بودند و نه رهبران سیاسی. Think the story of Ruth the و ما فکر می‌کنیم که داستان روت باید در بازه زمانی بین یفتاه داور و ایهود داور باشه. this because Israel during these days

And a man of Bethlehem in Judah went to journey in the country of Moab, he and his wife and his two sons. در ایامی که داوران حکم میراندند در سرزمین اسرائیل قحطی شد. پس مردی از بیتلهم یهودا با همسر و دو پسرش به دیار معاب رفت تا در آنجا قربت گزیند. So if the first phrase of chapter 1 verse 1 tells us there's moral chaos in the land, the next phrase tells us that there's natural chaos in the land. پس اگر در اون قسمت اول با از آیه یک در دوران داوران ما, ما گفتیم که هر جو مرچ های اخلاقی دیده می شود. در ادامه آیه یک میگه حتی در زمین طبیعی هم هر و مرج به وجود اومده بود و قهدی رخ داده. There are many reasons for famine. A lack of rain. Uh, باران, باران. Uh, disease. War. جنگ. And, and locusts. In most cases, though, famine was part of God's judgment on a land. Uh, به شکلی داوری خدا بر اون سرزمین هست. But author Ruth اما در این مورد خاص که در کتاب روت به اون اشاره شده، نویسنده دلیلی رو ارائه نمیده که به چه علت قحطی رخ داده بود. But he mentions it, I think, for two reasons. اما uh, به دو دلیل این رو اشاره نمیکنه من فکر میکنم first no matter how difficult the situation gets اولین دلیل این هست که مهم نیست شرایط چقدر سخت و دشوار میشه خدا در نهایت نیکویی عالی خودش رو آشکار میکنه این was a result of famine that drove Abraham and Isaac out of their lands. But when they returned from their lands, they دلیل اینکه ابراهیم و اسحاق در تاریخ یهود از سرزمین خودشون بیرون رفتن قحطی در اون سرزمین بود ولی وقتی به سرزمین خودشون بعد از دوران قحطی بازگشتن ثروتمند و پر برگشتن a یعقوب در دوران قحطی سرزمین خودش رو ترک کرد و به مصر رفت وقتی که از مصر برگشت بعد از اون دوران قحطی به عنوان یک قوم ملت بیرون اومد از مصر I if that will be the case in this story. که اگر این موضوع در همین داستان باشه. Ruth Genesis. پس تا همین جا در همین آیه یک می‌بینیم که کتاب رو چقدر به تاریخ عهد عتیق گره خورده Even the literature itself is tied to the book of Genesis. حتی خود لقات خیلی به کتاب پیداش گرفتخورده. Chapter 1 verse 1, "There was a famine in the land. Uh, باب 1 آی 1. تحتی در آن سر زمین شد. That phrase is only found in Ruth and in Genesis chapter 12 in Genesis chapter 26. تنها در کتاب روت در پیدایش باب دوازده و در پیدایش باب بیست و شش میتونید این لغت رو پیدا کنید. Even a similar phrase is found in Genesis chapter 41 and chapter 42. و لغات مشابهی رو میتونید در پیدایش باب های چهل و یک و چهل و پیدا کنید. Verse 1 says that a man from Bethlehem in Judah. آیه یک میگه مردی از بیت لحم یهودا.

So, Bethlehem is the house of bread. And wheat and olives and a number of other uh, crops were grown near Bethlehem. It's interesting that the house of bread could not produce anything for four members of this family. خیلی جالب هست که خانه نان برای چهار نفر اعضای یک خانواده نانی نداره بیت لحم. So بنابراین این شخص بیت لحم رو به مقصد موآب ترک میکنه. They are و اونجا مهاجر هستند. It would not be easy to live in Moab. زندگی در موآب راحت نخواهد بود. They would have a life. زندگی سختی خواهند داشت. به صورت خیلی تحقیرآمیزی مردم به اونها نگاه خواهند کرد. کسی اونها را دوست نخواهد داشت. یه تاریخی با اسرائیل دارن ها بین اونها خشونت و کدورت دیده میشه. به یک نقطه‌ای زندگی در موآب بهتر از ولی به هر دلیل این خانواده فکر میکنن زندگی با این شرایط در موآب بهتر از زندگی در بتلهم خواهد موآب is موآب از لحاظ مکانی در کوههای شرقی دریای مرده است. منطقه کوهستانی It has a raised area 25 تقریبا فضای هولوهوش 25 مایلز رو اونجا دارن که شما اونجا میتونید کشاورزی خیلی خوبی رو انجام بدید. And because of its position along the east side of the Dead Sea, it probably was a place that was not impacted by the drought. And so many people wandered this way to find fields for work. از لحاظ مکانی و اینکه در شرق دریای مرده قرار داشت Uh, به نظر نمیاد که ناحیه خیلی خشکی بوده باشه در ایام قحطی و همین نکته بود که مردم رو به سمت مواب جلب میکرد. They left their family, they left their friends, they left everything that they know was familiar to them. اونها خانوادهشون رو، دوستانشون رو و هر آنچه رو که برای اونها آشنا بود ترک کردن. And they chose to live among Israel's enemies as immigrants. و تصمیم گرفتن به عنوان مهاجر و پناهنده در بین قومی که دشمن اسرائیل هست ساکن بشن The act itself is both shameful and dangerous این عمل به خودی خود هم خیلی عمل شرماگینی بود خیلی همراه با شرم و خجالت بود همینطور خیلی خطرناک بود But it's more than that. ولی بیش از اینها هست It's serious business. that they would leave the land that God has chosen for his people to move outside the land in some other context ببینید این خیلی جدی هست عزیزان اینها با این کارشون از اون سرزمین و از اون زمینی که خدا برای اونها انتخاب کرده بود و به اونها بخشیده بود خارج میشن بیرون میرن و خودشون تصمیم میگیرن که در جای دیگری ساکن میشن so much of the covenant between God and his people is tied to the land قسمت عمده ای از عهد خدا با قوم خودش در عهد عتیق ببینیم خیلی مربوط به زمین هست so when they leave the land they're also leaving the provision of God بنابراین وقتی اون سرزمین و اون زمین رو ترک میکنن از اون حالتی که خدا برای اونها تهییه میکنه و مهیا میکنه هم بیرون میره موآب اِتس سرزمین خدای دیگر است so سوالی که بعد پرسیدین هست از لحاظ روحانی در اونجا چه خواهند کرد سو اف یو ریدینگ دس فور دی فرست تایم یور ا لیتل بیت شاکت That they would do this. پس اگر برای بار اول این داستان رو مطالعه کنید یه مقدار شوکه میشید که چیکار درن میکنه. Chapter one, verse two. با بیای کلید دو. Now we get to the names. حالا به اسمی میرسیم. The name of the man was Elimelek. نامان مرد الیملک. The name of his wife Naomi. نام همسرش ناومی. And the names of his two sons were Mahlon and Chilion. و پسرانش مهلون و کلیون they were Epaphrodites from bethlehem in judah <laughs> and they went into the country of moab and remained there elimelech we know his name means god is king ali malek dar Rishe name rishiye esme in martas hodo if you're reading the for, for the first time you maybe you ask the question well, if God is king then why is all this stuff happening? Where is he? Kojast <laughs> in Naomi means be pleasant or lovely. Naomi be راضی هست کسی که از او راضی هستن و دوست داشته شده but again one has to ask where is the, where is the in all this? و دوباره بعد این سوال رو پرسید در همه اینها اون زیبایی و رضایت کجا قرار داره Naomi nor Elimelech's names appear anywhere else in the Old ناومی و الی ملک دو اسمی هستند که در هیچ کجای اهد دوباره تکرار نمیشن. اسامی خیلی بی‌نظیری هستند. مهان، their first son, we have no idea what this this word means. محلون پسر اول اونها هیچ ایده‌ای نداریم که به چه معناست. It's unique in all the Old Testament. در تمام اهد عتیق این هم اسم خاصی هست و تکرار نمیشه. انخلیان، we're not sure what that name means either. و همینطور اسم پسر دیگر کلیون رو هم نمیدونیم به چه معنا هست They're from the tribe ولی میدونیم از, از قبیله افرایم افراتی هستن Yeah, that's a, clan or a family within the tribe You can find that in, Ma in Micah chapter 5 verse 1 در میکا باب پنج آی یک میتونید درباره این قبیله پیدا کنید و مطالعه کنید and, and, it says in verse 2 that they... Uh, the word there in Hebrew is they settled there. This is not a temporary visit. This is a commitment to stay indefinitely. در پایان آیه دو کلمه که در فارسی ما میگیم در آنجا ماندن از لحاظ عبری حالتی در خودش داره که یعنی اونجا مستقر شدن یک یک موندن موقت نیست بلکه تصمیم گرفتن که اونجا باقی بمونن و از اونجا بیرون نرن Verse 3. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her two sons. So we have this, um, this exodus from the land, and Elimelech dies. It's, it's interesting. It's a very. Um, very short statement, only the information, nothing emotional. خیلی عجیب هست در این در این فقط اطلاعات شده. هیچ احساسی در اینجا نمیشه. Yeah there's no we don't know when it happened, we don't know how it happened, we don't know where it happened. کجا، به چه این اتفاق رخ داده. It's just a cold news report. یک تیتر خبری خیلی سرد و بیروح هست And one asks perhaps, well, where is God? و یه سوال اینجا میتونه این باشه خدا کجاست؟ How is God involved in all of this? خدا چطور در همه اینها دخیل هست؟ But in the story progression, there is still hope. ولی همینطور که داستان پیش میره هنوز امیدی دیده میشه. The boys can carry on. It won't be easy because they live in a foreign land. Chapter 1, verse 4. These boys, these sons, took Moabite wives. The name of the one was Urpa, and the name of the other, Ruth. They lived there about 10 years. آن پسران زنانی معابی برای خود گرفتند که نام یکی اورپا و نام دیگری روت بود ایشان نزدیک به ده سال در آنجا زندگی کردند. More hope امید بیشتر The boys have taken wives پسران به زندگی خودشون ادامه میدن But again, the, the, the story is like a news report on TV There's no details when and how and And, and, and nothing is added. و دوباره همون داستان بیروحی و سردی در این اخبار و اطلاعات دیده میشه. شه این یک تیتر خبری در تلویزیون هست که فقط اطلاعات رو مخابره می hmm. <laughs> پسران با زنان یا با دختران معابی ازدواج بکن این چیز خوبی خواهد بود یا چیز خوبی نخواهد بود. Now cross-cultural cross marriages are legal if the woman becomes a part of the covenant community. در فرهنگ یهودی ازدواج با کسانی که اسرائیلی نیستند و بیرون از این فرهنگ هستند مجاز بود منوط و مشروط به اینکه اون دختر میومد به عهد خدا وارد می‌شد. We're not exactly sure the meaning of Orpah's name. مطمئن نیستیم که معنای اسم ارپه چیست. And I told you in the introduction, we also don't know the uh, Ruth the meaning of Ruth نام. و همینطور در قسمت مقدمه این کلاس خدمتتون عرض کردم که معنای ریشه اسم روت رو هم نمیدونیم.: says در verse 4 that, that they settled there for 10 سال. و در آیه 4 میگه برای غریب به 10 سال نزدیک به 10 سال آنجا.

Grandchildren. و فکر نمی کنید که هر روز صبح که ناومی چشمان خودش رو باز می کرد در انتظار شنیدن این خبر خوش بود که فرزندان و پسران و پیشو بیان و بگن که تو نوه دار خواهی شد اما این هر روز هر روز هر روز این انتظار ادامه پیدا میکنه و نوهی در کار نیست In this cultural situation, that is a very, very long time to wait for grandchildren. And if you're reading this for the first time, if you're a, a, an Old Testament reader, uh, this, this is a, a, an introduction to the problem of inheritance. اگر شما به عنوان خواننده‌ای که اهدعتیق رو دارید مطالعه کنید برای اولین بار این متن رو مطالعه می‌کنید اینجا آغاز مشکل این هست که وارثی نخواهد یک بار دیگه آیه 5 از باب یک رو میخونیم، و ببینیم شاید بشه از درون اون اطلاعات مهمی رو به دست آورد. اما هر دوی آنان یعنی محلون و کلیون نیز جان سپردند بدین سان آن زن بدون شوهر و دو پسرش باقی ماند. More tragedy. بیشتر مشکل بیشتر. But it's double tragedy this time as both boys die. ولی این بار این بحران و مشکل دو برابر شده چون هر دوی پسران می no information. دوباره احساس و اطلاعات cold نیست report. خیلی گزارش سرد و بیرو no هیچ تفسیری نظری وجود نداره is this judgment for sin? آیا این داوری گناه هست؟ The Bible say. کلام خدا این رو به ما نگفته. But this is a serious situation. اما شرایط خیلی جدی هست. Elimelech's family uh, is on the border of extinction, of being completely dying out. خانواده الی ملک در اون مرزی قرار دارن که به کلی دارن نابود میشن شرایط خیلی جدی هست God often in the Bible moves in situations like this معمولا خدا در شرایطی مثل این که ما میگیم به دقیقه 90 نزدیک شده و انتهای داستان به نظر میاد وارد عمل شده. Would God move in the life of Elimelech's family? آیا خدا در زندگی خانواده علی ملک اینجا کاری میکنه؟ It's interesting in verse 5 that Naomi's name is not used. He just calls her the woman. خیلی جالب هست که در آیه پنج حتی اسم نعومی استفاده نمیشه و فقط گفته میشه آن زن خب میتونید این رو متوجه بشید چون هویت این زن از او گرفته شده وجود نداره She's not a wife. همسر دیگه نیست شوهرش رو از دست داده She's not a مادر دیگه نیست She's not a grandmother. She cannot work the land herself. She تنهای... can't do anything. She is just the woman. She has no future. She's too old to remarry. اونقدر سالمند هست که دوباره نتونه ازدواج کنه and, and even if she does remarry she's too old to have children حتی اگر ازدواج هم میکرد اونقدر سال خورده هست که نتونه دوباره فرزندان داشته باشه it is a hopeless situation شرایط خیلی ناامید کننده ای هست and, and you're really as the reader supposed to feel the burden of her hopelessness Chapter 1, verse 6. Then she arose with her daughters in law to return from the country of Moab. For she heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. پس ناومی با عروسانش برخاست تا از دیار معاب بازگردد زیرا در دیار معاب شنیده بود که خداوند به یاری قوم آمده و به دانها خوراک داده است This is the اینجا اولین بار هست که کلمه عبری سوب استفاده میشه که به معنای بازگشت هست. Your listeners, I think this would be a very good assignment to identify all the places in Ruth where the word soub is used. Halah, in job, um, one, one of the difficulties that you, binandigans, and shenandigans, dear friends, have encountered is that you have to find all the places where the word "sub" is used. And this is the first time we have a new character introduced. و برای اولین بار تا به جای این کتاب با شخصیت جدیدی آشنا میشیم و او خدا هست ورب ین هیبریو تو ویزیت ین رس کن اونچه که در باب 6 ما در ترجمه جدید خودمون به یاری قوم آمده ترجمه کردیم اما در ترجمه های دیگه به ملاقات قوم خودش اومده میتونه هم معنای خوبی داشته باشه هم معنای نچندان خوبی وقتی در خروج باب 20 خدا به ملاقات قوم خودش میاد برای این هست که اونها رو داوری کنه But in Genesis, it can be used as a, as a way for a superior or a supervisor to care for his people. In this case, in Ruth, God is visiting his people and is putting bread. back into the house of bread bethlehem در این نمونه در این داستان در کتاب رود وقتی خدا به ملاقات قوم خودش میره برای این هدف میره که نان رو به خانه نان بتلهم برگردونه the author doesn't give us a reason for god's kindness uh, نویسنده برای این لطف و محبت خداوند دلیلی ذکر نکرده but the news gives something that naomi has been missing ولی اخبار چیزی رو به ناومی مخابره میکنه میرسونه که ناومی اون رو از دست داده بود The news gives her hope. اخبار به ناومی امید میده she's going to return where God is. و میخواد برگرده به جایی که خدا حضور داره. I want to stop here for just a moment and I want to reflect on some theological values of these verses. میخوام برای چند لحظه اینجا متوقف بشم، مکث بکنم و یه مقدار به عرضش های الهیاتی که در این آیات وجود داره اشاره بکنم. The author does not give a clear picture of how God is at work in this story. نویسنده به صورت خیلی شفاف و واضحی نمیگه که خدا چطور در این داستان داره کار میکنه. In other words we don't get verses like um, and the people of God and God brought a famine. مثلا از این قبیل آیات ما در این آیاتی که مطالعه شد ندیدیم و در این داستان نمیبینیم مثل اینکه و خدا داوری رو به قوم خودش که در گناه بودند آورد. Or

حتی خود این کلمه و لغت خدا و خداوند در کتاب رود زیاد تکرار نشده بواز to God six times uh, شش بار استفاده میشه 5 پنج بار به با عنوان یهوه استفاده میشه God of و یک بار به با عنوان خدای اسرائیل اما here's the point نکته این هست عزیزان همیشه به آسونی و به راحتی نمیتونید متوجه اون کاری بشید که خدا در اطراف شما انجام میده. And it's not always best to draw theological conclusions from the silence of the Bible. و خیلی هم خوب نیست که از جاهایی که کلام خدا سکوت کرده چیزی نگفته ما uh, الهیاتی بسازیم و بیرون بیاریم so when we return in the next session we'll see how God is indeed at work In the lives of his people. بنابراین الان که این جلسه رو تموم میکنیم جلسه بعد وقتی که برگردیم با این موضوع شروع میکنیم که چطور حقیقتا خدا در بین قوم خودش کار میکنه <applause>